به نام خداوندی که همه مخلوقات را خلق کرد و گفت که اشرف این مخلوقات کسی را می آفرینم که اسمش هست انسان، و این انسان یا هم آدمی ذات را عقل داد، گفت که فرق خودت با سایر مخلوقات ما همین عقل هست و درکی هست که تو داری، خوب بد را تشخیص میدی و تو جانشین ما هستی در جایی که نامیده میشه به نام زمین. سلام به تک تک شما وطن دارایی که همه ما جانشین خداوند که بیشک هستیم. امیدوار هستم که عقل، درک و درایت سرمنشه زندگی ما در تمامی بخش‌های از زندگی باشه و هیچ کار را بدون از اینکه عقلانیت و منطق را مد نظر بگیریم پیش نباید بریم. حتما بیننده برنامه امشب باشین تا پایین. امشب میخوایم که از دریچه جدید زندگی بنگریم و شما هم با ما یک جا بنگرین و انشالله که زندگیتون تغییر خواهد کرد. شب شما دوستا بخیر، خوش آمدین. شب شما همچنان خدا کنه روز بخیر سپری کرده باشین. دوستا درباره بازارخوری میخوایم صحبت بکنیم. عامیانه ترش میگن که چسکه خوری. من نفهم که شما هم همین قسم شاید برش بگید چسکه خوری. بالکل حالا جوانایی هست که همین پایش از در دمو لقک دروازه بگویم چی بگم چارچوب دروازه بیرو شد در دکان داخل میشه، مرا یک دانه ساجق، مرا یک تا پاپور، مرا فلان چیز، مرا خستگک، یکان تا که عملی باشه مرا یک قوطی سیگرت، یک کمه که او طرف رفت نریم فلان جای چکر، نریم فلان کار نکنیم، نریم تو کار نکنیم. میخوایم که دیدگاه شما رو داشته باشیم. در پاید نمی کنه 50 رو پا در بازار می خوره. حالا همین کار خب می فهمیم که درست نیست. چی باید شوه که یک جوان حداقل جیب خود کنترل بکنه؟ دست خود کنترل کردن نمی تونه، جیب خود کنترل بکنه. به نظر شما چی باید بکنه یک جوان که کنترل بکنه حداقل مو جیبش که مصرف نشه؟ می خوام دیدگاه شما داشته باشیم. ما که با می رفیق ما بودیم. اگه سوال چه خوبه. شبت بخیر. سلام به شما، سلام به تمام بیننده های تلویزیون طلوع. وسیم سلام، خیر هستیم. یک تن از اشتراک کنندگان برنامه امشب. نام تو چی گفتی؟ وسیم. وسیم جان خوش آمدی. ما کمی با انرژی میخوایم صحبت بکنیم. درست است. درباره چیزی که شما از ما دیدگاه ما رو پرسیدین که امی چسک خوری گفتین شما که بازار خوری یعنی عامیانه بگیم، امی فعلا به شرایط افغانستان اگر ما ببینیم بسیار کار دشوار است برای خانواده که یک فردش یا خصوصا جوانی که مجرد باشه از خانه میبره به هر دکانی که داخل شد به رستوران تو میره، رستوران تو برگر خوری هم میره، هر جای میرن. و اگر به گفته شما اگر عملی باشه هم چی میکنه که هر چیزی که عمل داشت، اگر نظر به جوانه امروز که سیگرت و یکان چیز دیگه استفاده میکنه کار بسیار دشوار و بد است. تشکر، بخیر باشی. بخیر باشی، سلام. این بود نظر وسیم جان، تشکر. و یک گپ دیگه هم خیلی مهم است که وسیم مجرد استی. دقیق، سر مجرد بودن و متأهل بودن هم تأثیر میکنم. مثلا یک در بین شما کی متأهل است؟ متأهل داریم در جمع؟ کلگی مجرد خیلی است. مجرد ها معمولا در فکر همی هستن که برو با رفیقایم برم رستوران تو خوش بگذارانیم، چکر شوه، تفریح شوه، ایرا بخو، ایجا بیشی، ایجا چکر برو. اما وقتی که یک فرد متأهل شد باز فکر میکنه خو می سودا را خانه برم، ما فلان چیزا بخرم، ما وقت ما در فلان جای سپری بکنم، ما فلان کار انجام بدم، ما دیگه متوجه باشیم که نق نق رستوران نرم بی جا و بی مورد، پاداشم نباشه دیگه، گپم نباشه، بی جا بخیزم طرف رستوران برم جیبم خالی کنم، پیسام در جیبم نمونه. این سر مجرد بودن و متأهل بودن هم تأثیر میکنه، یعنی که متأهلا کمتر چسکه خور هستن و بازار خوری میکنن. بیایم یک پیام دیگه هم بگیریم. شبت بخیر. سلام خدمت شما. و علیکم سلام خدمت کسانی که اینجا حضور داره و کسانی که ما رو تماشا میکنند. امید که جور باشن. نظر ما این بازار خوری کسی اصلا یک عادت است. این به یک انسان یک عادت پیدا میشه. دقیق. چون کسی که در خانه هم که غذا بخوره یکی بیرون بره برش یک عادت میباشه که میره دکان، اگرچه سیرم میباشه در دکان میره چپس بگیر انرژی بگیر دیگر دیگر، این برش یک عادت شده، ای اصلا عادت یک عادت میباشه به یک انسان. امی عادت ها چطور تغییر با تا یک جوان یا همی که نکنه امی کاره؟ خودت خواهی کارا رو نمیکنی مطمئنه؟ نه خیر، کارا خود آدم خوب است که اگر در جیبش 20 افغانی باشه 10 افغانی شد خرج کنه، نمیگم خرج نکنه، اگر 10 افغانی از امور خرج کنه 10 افغانی شد نگاه کنه اون صبر زم 10 افغانی به درش میخوره. اما بعضی دوستای ما هست میگه 20 پس برو تا صبح دیگهش پیدا میشه
کلش هم مصرف میکنه. باز منتظرم در خانم که میره، مادر ما پیسه نداره. مادر پیسه نیست. سوال خود تو کسر ندیدی که امی کار کرده باشه؟ خیر نه نه. هیچ کس نبودن؟ نه. در رفیقات کدام چسکه خور نیست؟ در رفیقای ما الان شوکت الله اصلا اینمی هست کتمی غیر 24 ساعت کتمی هست. میره ای میخر من زیاد میگم شکو بچه که مصرف چیز نکو کو عادت شده اینمی برشک عادت است. از امی ما تجربه کردیم که عادت شوکت هم بشنیم. بته مای که با شوکت. خوش شوکت. ما صحبت های طرف مقابل شنیدیم. مدعا یا مدعی را شنیدیم. مدعی علیه خودت هستی. چرا چسک خوری میکنی؟ چسک خوری خو نمیکنیم. اصراف به جا خو اصلا عادت ما هم نیست. یگان سرندیوالا گفت یگان تا گم نه گمی نداره نه؟ ما خو یگان افسر از یه خرچه میکنم اینا لی عادت کنم که ما چسک خور هستم. چسک خور نیستم. امی سوال دیگه پیدا شد. او برادر میگه سر اندیول گومی نداره، یعنی چه؟ یعنی اندیول است. یگان تا میگن که با درد میخوره، امروز که تور دست دادی سبا روز تور دست میده ارزش شد داره. میارز یک سر دیگه ما اکثر از یا مصرف میکنیم یا میگن که ما چسکه خور از چرکه خور نیستیم دیگه به جام مصرف نکدیم. به شکت والا. تشکر شوکت جان. خیر ببینید. مقصد ما شوخی کردم. تشکر. بخیر باشی. مهربانی و تشکر از دوستایی که اینجا تشریف دارن و از شما وطنداری که بیننده برنامه شب هستین. منتظر دیدگاه ها و نظریات خوب شما هستیم جهت بهبود هرچی بیشتر برنامه شب. دیدگاه هایتان را برام بفرستید، مخصوصا در باب چسکه خوری و هممی بازار خوری. ممنون که بیننده برنامه شب هستین. فعلا وقفه کوتاه را ببینید. پس از وقفه برخط گشتیم و ادامه برنامه شب را فراموش نکنید. هموطنای عزیزم شبتان بخیر. برگشتیم، ادامه برنامه خودتان برنامه امشب است و قبل از اینکه صحبت ها را روی موضوع برنامه بیاریم و صحبت بکنیم در موردی که کدام موضوع را امشب انتخاب کردیم و صحبت می داشته باشیم، جا داره سپاسگزاری داشته باشیم از حامی مالی برنامه ما انرژی آیسکینگ. با نوشیدن انرژی آیسکینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرین. عزیز شما میتونین آیسکینگ خریداری کردن و شان بکنین. انرژی فوق العاده خوشمزه و خوشطعم است و حتما تمام ما در مورد از این موضوع معلومات کم و بیش داریم و میخواییم که میشه بحث بیشتر روی موضوع داشته باشیم. که اراده یک فرایند شناختی است که میشه به انسان کمک میکنه ای که تصمیم گیری درست داشته باشه و ای که یک عمل را در انجام یک عمل کمکش بکنه و همکاریش بکنه و ای که اراده چقدر میتونه در تکامل انسان ها نقش داشته باشه. بحث بیشتر امشب روی موضوع با مهمان عزیز ما خانم تفسیر سیاپوش می داشته باشیم. حضورشان را امشب در استودیو در کنار ما داریم. خیلی خوشبخت هم هستیم که امشب در برنامه در کنار ما هستند. شبتان بخیر خانم تفسیر، خیلی خوش آمدید. به نام خدا، سلام علیکم. شب شما هم بخیر. ممنون. تشکر بسیار زیاد و خوشحال هستیم از اینکه امشب آمدین در برنامه در کنار ما. انشالله که صحبتهایتان مفید تمام شود و تمام عزیزایی که بیننده برنامه هستند. ابتدا قبل از اینکه بریم روی موضوع برنامه صحبتها را آغاز بکنیم، میخوایم از خودتان بپرسم چطور میگذره روزها، کارا، فعالیتها و اینا؟ با امید از اینکه درهای بسته شده بر روی زنای سرزمین ما هر چیز زودتر باز شود انشالله. روزگار همگی میدونه، روزگار زنایی که امروز در افغانستان زندگی میکنه خوب نمیگذره. اما بازم ما اراده قوی داریم، بازم دوست داریم که مسئولیت ادا کنیم، بازم دوست داریم که در کنار برادرای خود استادگی کنیم تا بتونیم یک وطن آری از جنگ و آری از خشونت داشته باشیم. انشالله. انشالله که شایدی روز هم ما باشیم. و به عنوان مقدمه میخوایم در مورد خود اراده ابتدا به دوستان معلومات بتین. اراده که از به معنای خواستن است، یا خواستن قسمی که دین مقدس اسلام میگه خواستن توانستن است. پس هر انسانی که اراده قوی می داشته باشه ما میتونیم بگیم که انسان مثمر در جامعه و خانواده هم این قسم به خودش است. چون که یکی از عوامل اراده خودشناسی است. هر زمانی که ما خود شناختیم میتونیم با خدا وصل شویم. خود شناختن، خدا شناختن، چرا که دین مبین اسلام میگه باید همیشه اراده قوی داشته باشیم، بخصوص ما مردم افغانستان که در افغانستان زندگی میکنیم، بخصوص جوانایی که امروز در افغانستان زندگی میکنن باید یک اراده قوی داشته باشن. چرا که اراده خودش یکی از صفات خداوند متعال است و همچنین یکی از صفات نفسی است که چگونه ما میتونیم باید با اراده باشیم، چگونه باید کارا را انجام بدیم تا بتونیم یک اراده قوی و خوبتر و یک زندگی بهتر و خوبتر داشته باشیم. در ابتدا گفتم یکی از عواملش خودشناسی است. چگونه باید ما کارا را انجام بدیم تا بتونیم به خود برسیم، چگونه کار را کنیم تا ما بتونیم به خداوند وصل شویم، چگونه ما بتونیم تا کار کنیم که در جامعه مثمر تمام شویم.
همه ای چیزا که از تصمیمات است که باید ما در قبال خود، در قبال خانواده و جامعه خود بگیریم. و همچنین که از اعمال دیگه که ما میتونیم روی ازی صحبت کنیم یا چقدر میتونم مثمر بر ما مردم افغانستان بخصوص بر ما زنا هسته، یه است که چقدر میتونیم اعتماد به نفس بالا داشته باشیم. یکی از عوامل چیست؟ اراده هسته. زمانی که اعتماد به نفس شخص بالا باشه، او میتونه اراده قوی داشته باشه، میتونه که به جامعه مثمر تمام شود. امروز نیاز است که ما زنا باید اراده قوی تر داشته باشیم، چرا که میبینیم همه درها برای ما بسته است. امی اراده است که به ما قوت نیرو میده، چرا که خود اراده یک نیروز در وجود انسان. اگر زمانی که ما اراده زیر داشته باشیم، چگونه بتانیم کارهای خوبتر و بهتر را باید انجام بدیم؟ وقتی که اراده ما قوی و خوبتر میباشه، ما میتونیم کارهای خوبتر و بهتر را. اگر اراده ما خوبتر نباشه، اگر ما نخواهیم از اراده خود استفاده کنیم، اگر ما نخواهیم که در وجود ما یعنی بتانیم چه رقم اراده را بسازیم یا چگونه ما باید خواهان اراده باشیم، باید ما همیشه در جستجوی زی باشیم تا بتانیم یک شخص مثمر تمام شیم. چرا که روانشناس همیشه میگه انسانی که اراده قوی داره، او چی از او یعنی مظهر شخصیت از او میشه اراده قوی. و همچنان او میتونه که در جامعه در بین دیگران شخصیت استوار و شکست ناپذیر داشته باشه. اراده قابل تقویت ما است؟ چه قسم ما میتونیم اراده خود را تقویت ببخشیم؟ در زمانی که یک انسان، چرا که دین مقدس اسلام میگه بهترین شما کسی است که با تقوا ترین است، با اخلاق ترین است، زمان ما میتونیم تقویت بتیم اراده را که ما یک شخص راستگو باشیم، صادق باشیم، با خدا باشیم، نفس خود را کنترل کنیم. یعنی چگونه بتونیم جهاد با نفس خود کنیم، چگونه بتانیم یک شخص باشیم که نگفتن قدرت شا پیدا کنیم در بعض چیزها که باید ما دست از کارهای خلاف برداریم، برازو باید نی بگوییم، یا اگر عمل داریم که ناپسندیده است باید ما برازو نی بگوییم. اینجا ما چی کردیم؟ تقویت کردیم یا قدرت دادیم به چی خود؟ به اراده که ما داریم. باید تصمیمای خوب بگیریم، باید یعنی در جامعه کس باشیم که همگی دوستدار ما باشه. زمانی که ما سرقت نمی کنیم، سرق نمی باشیم، خود از یک اراده قوی هست. زمانی که ما یک انسان صادق می باشیم، خود از یک اراده قوی است. زمانی که ما دست نیازمندا را می گیریم، خود از یک اراده خیر است که ما یعنی به او اقدام می کنیم و می داشته باشیم که باید داشته باشیم. همیشه باید کس باشیم که با اراده قوی اقدام کنیم و شروع کار خود کنیم. همچنان یکی از عوامل اراده چیست؟ عبادت کردن است. عبادت انواع داره. تنها ما نمیتونیم بگوییم به نماز و روزه و زکات، چرا که اطاعت کردن از خداوند است. امروز هر آن کار را که ما شروع میکنیم، آغاز شد به نام خداوند میکنیم، خود از عبادت است. خواجه عبدالله انصار میگه دل به دست آور که حج اکبر است، هست از هزاران کعبه یک دل بهتر است. امروز اگر ما دست یتیم و اسیر میگیریم، بهترین اراده است که ما داریم. ما میتونیم تقویت به تیم اراده خدا، ما میتونیم با مطالعه کردن تقویت به تیم اراده خدا، ما میتونیم چگونه شخص باشیم که تصمیمای بهتر و منطقی و خوبتر بگیریم. همچنان ما میتونیم صبور باشیم، چرا خداوند متعال صبورها را دوست داره. هر زمانی که ما صبر میکنیم، از حضرت ایوب باید از داستانش بیاموزیم، چرا او صابر بود. خداوند متعال همه چیز برش فراهم کرد. یکی از اشخاصی که میتونه اراده خوبتر و بهتر داشته باشه، نقش خوب داره، صبر بودن است. و همچنان ما میتونیم توبه کنیم گناه هایی که کردیم، بخصوص ما مردم افغانستان سال هاست که به وطن خود خیانت میکنیم. ما میتونیم توبه کنیم، ما میتونیم کارهای خوبتر و بهتر انجام بدیم، بخصوص امروز که درها بر روی زنا بسته است. همچنان ما میتونیم توبه کنیم، درها را باز کنیم، چرا که خداوند همیشه بنده هایش توسط توبه قضاوت میکنه. اما ما انسان ها همیشه خود توسط چی گناه های خود قضاوت میکنیم. با امید که همه جوانایی که امروز ناامید است، اراده خوبتر و بهتر داشته باشند تا بتونن سرنوشتشان را چیکنه رقم بزنن انشالله. و در مورد اراده انسان ها از دیدگاه فلاسفه اسلامی همچنان بررسی کنیم و یکم معلومات به ازایی که فعلا بیننده هستن تقدیم بکنیم. البته چرا دین مبین اسلام همچنان در مقدمه گفتیم که خود اراده که هست خواست است، طلب هر کار را که ما میکنیم هسته، چگونه طلب کار. و همچنان خواستن توانستن است که دین مبین اسلام گفته، حضرت علی کرم الله وجهه گفته، چه زمان ما میخواهیم و چه زمان باید ما انجام بدیم. که همچنان در قرآن شریف از خود اراده چندین جا اشاره شده، پیش از 137 بار به او کار گرفته شده که یرید الله میگه خداوند بکن و یسر میگه ما آسان کردیم. با کی؟ با
بر بنده های خود اراده را اگو بتونه او اراده را پیش ببره، اگر بتونه او کار را انجام بده، اگر نتونه پس او برازو آسان نیست. امروز اگر انسانایی که تصمیم خوب میگیره ببینه زندگی بهتر و خوبتر داره. چرا انسانایی که با اراده است اعتماد به نفسشان بالا هست؟ چرا انسانایی که همیشه اراده خوب داره یک شخص خوب هستن در جامعه، خانوادهش و همچنان به خودش یک شخصیت بزرگ داره؟ هر زمانی که ما انسانایی رو میبینیم که ناامید است، هر زمانی که ما انسانایی میبینیم که مطالعه نداره، هر زمانی که ما انسانایی میبینیم که به خود نمیرسه، او را پس بدانیم که انسانایی است که اراده ندارن. و دین مبین اسلام همیشه تاکید به این میکنه که شما همیشه بخواین، و پیغمبر بزرگ اسلام میگه، میگه کار را که شما طلب میکنین در او کوشش کنین و او را به دست میارین و تلاش کنین او را به دست میارین. ما به چی باید تلاش کنیم؟ چگونه باید کار را که شروع میکنیم تلاش کنیم؟ چرا که همیشه اراده را ما خلق میکنیم، ما به وجود میاریم. بخیر از او اراده که نباشه ما هیچ کار انجام داده نمیتونیم. از زمانی که ما اراده خوب داشته باشیم میتونیم که کار خوب را انجام بدیم، که یکیش خداشناختن است که در دین مبین اسلام میگه، و همچنان صفات خداوند متعال است. میگه با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هرچی خواهی کن. شخصی که با اراده است پادشاهی میکنه، و شخصی که بی اراده است چی میکنه؟ غلامی میکنه، هرچی دلش بخواهیم میکنه. پس در دین مبین اسلام اراده خیلی اهمیت بالا داره، چون یکی از صفات خداوند متعال است و همیشه بر ما میگه کار را که میخواین در او کوشش کنین، تلاش کنین تا بتونین رو بعدش بیارین. دقیقاً. و همچنان در لا بلای صحبتاتون که یادم کردین که در تکامل انسان ها همچنان نقش عمده ای را داره، و تشکر از اینکه بحث را امشب همتون مفید تمام کردین، به تمام عزیزا و صحبت داشتین در مورد از این موضوع. خیلی خوشحالم شدیم که حضور شما را امشب در برنامه در کنار ما داشتیم. اگر پیام گفتنی هم با دوستا دارین بفرمایید. پیام ما است که درهای بسته شده بر روی زنای سرزمین باز شوه و به حق حقوق همه مردم افغانستان توجه شوه. و من دوست دارم پیام بر زنای قهرمان سرزمین و جوانای سرزمین خود داشته باشن، با اراده قوی باشن تا بتونن تغییر در آینده افغانستان بیارن و امروز همچنان. انشالله. تشکر از شما همچنان، تشکر از عزیزایی که بخش از برنامه را بیننده بودن. انشالله در بخش های بعدی برنامه مرا و نجیب جان همچنان همراهی بکنید. فعلا میان برنامه کوتاه داریم و در ادامه زود برمیگردیم. دوباره شبتان بخیر هموطنای عزیز و مهربانم، برگشتیم ادامه برنامه خودتان. برنامه امشب است، رسیدیم به بخشی که در این بخش از برنامه هر شب همکارای ما سوژه های بسیار عالی و خوب را انتخاب میکنن. البته این سوژه ها را همچنان از جای ما که به شماره واتساپ برنامه ما پیام میگذارن یادآور میشن، و همکارای ما همچنان از همون سوژه ها استفاده میکنن و هر شب اجراهای فوق العاده عالی میداشته باشن، تا که نکات مثبتش شما از جایی که بیننده برنامه هستین برداشت بکنین و همچنان در زندگی روزمره تان استفاده بکنین. این سوژه هایی را که همچنان همکارای ما انتخاب میکنن برگرفته از زندگی روزمره خود ما میباشه، که ما همیشه اتفاقات را در زندگی روزمره ما متوجه همچنان میشیم، و امیدوار هستم که شما همچنان مثل هر شب دیگر نظریات و پیشنهاداتون را به شماره واتساپ برنامه ما که 0711-99-52-67 است شریک بسازین. انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم یک برنامه را اختصاص میتیم به اینکه نظریات و پیشنهادات شما از آن را به خانش بگیریم. و تشکری میکنم از تمامتان که همیشه وقتم میگذارین. نام خدا تعداد پیام ها همچنان روز بر روز زیادم شده میره، و حتما به خانش میگیریم. زیاد از دوستا همچنان گله میکنن به اینکه پیام های ما به خانش گرفته نمیشه. خب ما هر شب در برنامه مهمان های عزیز همچنان میداشته باشیم، از او خاطر فرصت نمیشه که ما پیام های شما عزیزان را به خانش بگیریم. انشاءالله شما شب های بعدی منتظر ازی باشین که پیام های قشنگ شما در برنامه به خانش گرفته شوه. و فعلا همکارای ما باز هم امشب هم مثل شب های قبل آمادگی گرفتن که یک اجرای فوق العاده عالی داشته باشن و با شما اجرا بکنن. شما همچنان بیننده برنامه باشین، این بخش از برنامه رو دنبال کنین، بخش های بعدی برنامه رو همچنان دنبال بکنید که نجیب جان هم به شما آمادگی میگیره که برتان داشته های جالب را تقدیم بکنه. پس با ما همراه باشین. او خدا، یوزای خانه ما را ببین، هیچ وقت سر سامان نگرفت. خانه حاجی مامای ما ببینیم
مثل بهشت واری است، بلند منزل. دخترش کم سن سال ما است، چه قسم زندگی خوش خورم داره. بیا از ما پرکو، یه چه قسم از زندگی است. تو را باز چی شده؟ باز کدام کشتی هایی در کجا غرق شده؟ یا خیال پلاو میزنی؟ چی رقم؟ ما و خیال پلاو به این سرواز زندگی خیلی دور هستیم. چرا باز چی شده او دختر؟ دیشب به محفل رفته بودیم یاد دست، تو خب بیازم در قصه چی نیستی. دخترها یاجی ماما را دیدی چه قسم فشن کده بود، کلاهشون کلن برند از سر تا گردن پر از طلا، ماشینای شخص موتورای شخصشان چی میگه. وقتی بیرون شدن پای خود به زمین نماندن، تک کده کده موتور خود بالا شدن رفتن. بیا باز از سر وضع زندگی ما سعی کو چی داشتن با ما چی کی کردن با ما چی مر با زندگی خودم غرض است که از زندگی خود لذت مبرم مر چی با دیگران تو هستی که دقصه چی نیستی. من دشم قناه بود که زمین چاک شود داخلش برم گور شو. ولی چرا؟ به خاطر چی؟ خب برد گفتم نه دخترای ماما چه قسم زندگی خوش خورن داره. بیا زندگی ما بپرس. چندین سال است که زندگی ما دمی یک منزل است. اونا سر کنام خدا پنج شش منزله خانه دارن، زندگی دارن، سر سامان دارن. اونا زندگی میکنن، ما کجا زندگی میکنیم؟ فقط زنده هستیم. چقدر زندگی خوش دارن. میگه شکر نعمت بر نعمت دفسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تو دمی زندگی تو شکرگزار باش، بهترین زندگی رو داری. چرا حسرت زندگی دیگران رو میخوری؟ یک نفر میلیونر است، یک نفر دیگه گدایگر است. حال تو میتونی به جای گدایگر بری گدایگری بکنی، یا میتونی به جای میلیونر بری میلیونر باشی. هر کس زندگیش هر چقدر خدا دادش نصیبش کرده خوش به حالش ازش استفاده میکنه. حالا تو چرا حسرت زندگی مامایت میخوری؟ کاجی مامایم فلان داره، موتر داره، خانه داره، خود داره با ما چی؟ خو زندگی دارن، خوش هستن، دخترش نمیبینی. ولی تو چی کردی؟ تو چرا خوش سال ماست، سعی کنم سن سال ماست، این هم سن سال خودم است. چقدر زندگی خوش داره، مثل ملکه ها در خانه خود زندگی میکنه. من ملکه زندگی خود هستم، من در خانه خود ملکه هستم، تو در خانه ملکه هستی. دمی سر واز خانه ما تو ملکه هستی. مادام خانه شکرگزار هستم. منزله خانه دارن. هیچ شکر کمی هیچ چیز را احساس نمیکنم، شکرگزار هستم از زندگی خودم، نهایت راضی هستم. ما مثل تو وری نیستیم که برم در یک جای بجای تو دیروز از محفل لذت میبردی رفتی حضرت زندگی از اونا رو خوردی. والله چی پوشیده چی کده ما نکدیم. تو کجا فامیلا را دیدی؟ اینمی که تو زخم میده داری، کلش اینمی کل اینمی حسادت هایت از که تو زخم میده گرفته بیخی. سعی کنم مر میگی زخم میده گرفته. کل فامیلا کلشون شش هفت منزله خانه داره. منزل خانه ما از یک منزله هیچ وقت بیرون نشده. بهمون نقطه صفر که بود بهمون نقطه صفر است. ببین خوارکیم کاش یک زندگی ما هم قسم میداشتیم. خیلی پرنده هاست که در قفس طلایی زندگی میکنه. تو فقط بیرون از خانه از اونا رو دیدی که خانهشون شش منزله است، موترشون آخرین مدل است. آلی ببین تو از داخل خانه از چی میفهمی؟ فقط تو مادیاتش میبینی، معنویات شدیدی، آرامش اونا در خانه خود آرامش دارد خبر داری؟ حتما آرامش هم دارن که قپیسدار هستن، زندگی خوش دارن، برن کالا میپوشن، 100% خوشحال میباشن. چرا خوشحال نباشن؟ خوشحالی فقط به پیسه و ثروت و دارایی است؟ نیست. ما فعلا دمی خانه ایم کسیم، ما خوشحال هستیم، خوشبخت هستیم، در خانه ما صفا هست، صمیمیت هست، محبت هست، خوشحال هستیم. تنها کسی که در خانه ما احساس خوشحالی نمیکنه حسرت زندگی دیگران رو میخوره تو هستی. تو میتونی دیگه حسرت زندگی دیگران رو نخوری، به جایش تلاش ده بکو، کوشش ده بکو، از زندگی از داشته هایی که داری لذت ببر، نه که حسرت زندگی دیگران رو بخوری. چی بدستید میای بغیر از اینکه خودت جگرخون بکنی؟ بیخی اصلا مرام خراب کردی. ما خود دقصش نیست، من چیزی که دارم ازش دم وقتش استفاده میکنم، خوشحالم هستم. تو بیش اینم اینجا غم کلگی رو بخور، فلانی دارم من ندارم. سهش بیخی دیوانستی اصلا من خراب کردی خاک دست. این دخترم راست میگه، چرا ناخسته زندگی دیگرها رو بخورم؟ خود ما زندگی خوش و خورم داریم، شکر فضل خدا. دیوانش دیجا خوش برگشتید وطندارا، در خدمت شما و ادامه برنامه امشب. تلاش خود کردیم تا بازی آدرس هم اجرا بکنیم. حالا تیم برنده کدام تیم خواهد بود معلوم میشه تا چند لحظه دیگه. قبل از اجرا داره تشکری هم بکنیم از حامی مالی برنامه. با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرید. نوش جانتان. حتما آیس کینگ نوش جان بکنین و تندارا. خب ببینیم در قرعه کشی امشب کدام تیم برنده خواهد شد. حالا یک خوب سه شوربه تمشه. باش که یکان کارت در دیگه داخل شده. خب بسم الله گمشت.
حیران موندیم کدام شب بگیرم. ما سعی میکنم باز میگم. حالا بسم الله. شماره هایی که انتخاب شده امشب زیاد شورش دادم. خوب صحیح خوب مکس شوه، خوب گدوات شوه که فهمیده نشه کدام شماره است. فقط دوستا کسایی که انتخاب میشن پیش بیان. شماره چند است؟ 16. شماره 16 کیز بیاین بخیر. میربانی بیاین بخیر. شما اینجا ساد چمین هم تیمی تا نمیترم همونجا ساد مشکل نیست. این طرف میربانی طرف ساد چمین. حالا بعدی شما هست شماره چند از دوستا؟ 12. 12 کیز بیاین بخیر. 12 بیاین بخیر میربانی. با افتخار هر دو تیم بچه ها. خب بگی مایک بخیر. نام خودت چی هست؟ وسیم. وسیم. و نام خودت چی هست؟ محمد شیراز. محمد شیراز. آماده هستی شیراز جان؟ بله. وسیم خودت آماده هستی؟ بله بله. بازی را بلد هستی؟ آه. بسم الله با شیراز شروع میکنیم بخیر. آماده هستی؟ آدرس دقیق بودی برش اشاره نمیکنی با دوستت. همکارو 10 ثانیه شروع. بسم الله. در رستوران میننده سر یک چیز بر ما میونه که نان میخوریم. میز. بله. میز است؟ بله. پاسخ گرفتم. خوب امتیاز گرفتم. ما یکی طرف تسلیم بکنیم. خب وسیم شیراز هر دوی تا یک امتیاز گرفتین. شروع میکنیم با هم تیمی تو. نام خودت؟ نظیف الله سالنگ. نظیف الله. نظیف الله. و هم تیمی نظیف الله چی نام داره؟ فضل الدین. فضل الدین. نظیف الله بسم الله. ببینیم چی خواد کردی. خوب شورش خوب شورش. بسم الله. آورین ورقه بلند بکو. پس گوشه بانشه. بانش گوشه 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 بانشه. خواندی چی است؟ دمو مایک نزدیکتر بگی. خواندیش؟ واضح است برات؟ آدرس میتی؟ ببینیم چی خواد کردی. 10 ثانیه شروع. چیزی را بگوی که ما را همیشه در گوشه ما میندازیم. گوشه کی؟ نه چیزی را نمیگیره که یعنی در گوشه ما میندازیم به خاطر از استفاده میکنیم. در گوشی؟ سیمکارت. آه در گوشی؟ آه گفت آه سیمکارت بود؟ سیمکارت میندازیم. سینشانش بده که سیمکارت وطن داره ما ببینه؟ نه کردت هست. کردت هست؟ آه اینه خب فضل‌الدین میگه سیمکارت. کرده تا سیم کارت اینا نبرده نزیف یک امتیازه. خیر باشه. خیر باشه. بیا ما یکی طرف تسلیم بکن. بیا بخیر. خواه شیراز وسیم نوبت باز بتیم با شیراز ببینیم که شیراز چی میکنه. شیراز جان ورقه بدیده بلند بکن. پزبانش مایک نزدیکتر بگی. آماده استی؟ 10 ثانیه شروع. همکارا از دکان یک چیز رو به خانه انتقال میتیم. چی هست؟ سودا. دست سودا رو انتقال میتیم. پلاستیک. بله. پلاستیک. واسه راست است. دو امتیاز. ببینیم که نوعی تیم چی خواهد کرد. حالا نوبت نظیف است. نظیف جان باز ورق خودت بلند میکنی. ببینیم که چی میکنی. بسم الله. خواندی شما کمال؟ مایک نزدیکتر بگی. مایک نزدیکتر بگی. چیزی رو نام بگی. نظیف بسیار وار خطاست. آماده استی نظیف؟ فقط 10 ثانیه زمان دارین. آدرس دقیق واضح باشه. 10 ثانیه شروع. چیزی رو نام بگیری که همراه بلوز میپوشیم. همراه بلوز میپوشیم. صحیح؟ کرتی. نه جامپر. همراه بولیس میپوشیم. پتلون؟ پتلون دیگه مای چیزش. مطمئن هستی؟ خب دریشی. باید ببینیم دریشی. باید ببینیم که چی است. مطمئن نبود خودشم. ببینیم چی بود؟ دریشی بود. دریشی بود؟ ای نه خواهی پتلون نیست دیگه. خواست پتلون؟ نه خب کت بلوز سفید هم میشه مردم دریشی میپوشن. ولی یه خنقاق اگه میگفتیم معمولش خنقاق هست. ای نه ما یه خنقاق نپوشیدیم؟ ای نه خیلی خنقاق هم نگفتیم. میگفت چیزی که نجیب پوشیده امراه خنقاق. خوب آدرس بود نه؟ نه چندان آدرس نداد. چند آدرس ما چندان آدرس نبود؟ نه نه ازور ازور. آدرس ما چندان آدرس نبود؟ بله یا آدرس ما خودم زره خوب؟ نه نه آدرس تو خوبی یک کمکه؟ بله شکر شکر عمرویم خریده شد. بریم ما یکی طرف تسلیم بکنیم دوستا. ببینیم که وسیم چی میکنه. وسیم نوبت خودت است. اولین ورقه بلند بکن ببینیم چند امتیاز خود گرفتیم. فعلا نیتیم صفر است. بسم الله. گوشبانشه گوشبانشه. شیراز دیدی چی بود؟ والله سم نیدم. نه نه دیدی چی بود؟ نه روی چه مطمئن هستی؟ بسم الله. ورقه اولا بلند بکن ببینیم چی خواهد بود. بسم الله. گوشه بانش پس آماده هستی؟ همکار رو در ثانیه شروع. چیزی که در خانه ما شما نگهداری میکنیم و به ما تخم میده. مرغ. مرغ. او نه چیزی که در خانه نگهداری میکنیم به ما شما تخم میده. ما یکی طرف تسلیم بکنیم. خواه فضل الدین نوبت خود است. بله. بسم الله. تیم شده 3 امتیازی. شما هستین 0. 3 ورقه دیگه هم روید مانده. درست. بسم الله. آدرس دقیق باشد. 10 ثانیه شروع میشه گوشمون ورقه. 10 ثانیه شروع. آدرس بده. سبزیجاتی که رنگش سبز است. سبزیجات مرچ.
مرچ بخیر همچنان بلندتر بزی بادرنگ سایست بادرنگ؟ بله پاسخش درست است و بله یک ثانیه مانده بود یک امتیاز مایک کو طرف تسلیم بکنین حالا ببینیم که وسیم چی میکنه وسیم مایک نزدیکتر بگی نظیف بسیار بی انرژی است یک قسم باشه میبازن ببینیم نظیف چی خواد کردی ورق بعدی 10 ثانیه شروع دوستا چیزی که ما بالای آن نماز میخوانیم جای نماز جای نماز مطمئن هستی بیشتر جای نماز ندیده بودی شیراز درست امتیاز دارم کی طرف تسلیم میکنه 4 امتیاز حالا نوبت خودت از فضل الدین درست بسم الله 10 ثانیه شروع آدرس بده از خانه داخل میشیم چی را باز میکنه دروازه دروازه بله پاسخ درست ما از دو طرف تسلیم میکنیم آخرین شانس ورقی را که وسیم بلند میکنه آدرس میده بسم الله 10 ثانیه شروع میشه یک میوه که وقتی نوش جان میکنه دستای ما رنگ پر میشه آلو دمایک بگو میوه که میخوریم اما دستای ما رنگ پر میشه رنگ تیز داره چی بود؟ خربوزه نیست؟ چی هست؟ نوشه نگفتی؟ در درخت میباشه درخت هست درخت در درخت اینال تو یعنی توت خب یکان میوه زمینی هم هست نی؟ آه مثلا توت زمینی بله میشه شاتوتش رنگی باشه شاتوتش رنگی هست آه خب یه نگفتی یک امتیاز از دست دادین بیا بخیر شما 4 امتیاز هستین حالا شما ببینید چی خواهد کردین بسم الله 10 ثانیه شروع همکارا چیزی که در چای مندازیم شیرین میشه بوره بوره بله پاسخ درست است بچه ها تیم برنده معلوم است که کی است مایک تسلیم بکنین به شیراز و وسیم به افتخار هر دویشان دوستان شیراز و وسیم جان شما یک بین نظیف شما تشریف بارین وسیم فضل الدین خودت هم دوستا اگه همکاری بکنین این میزار او طرف انتقال بتیم میربونی میربونی شما هم اگه همکاری بکنین نظیف جان امیره اون میز او طرف انتقال بتیم تشکر اینا میبینی وسیم که همکاری میکنن هم دوستایی که اینجا هستن خب وسیم جان شما خوش شدین برنده 4 امتیاز گرفتین خب شیراز جان گفتی چیت میشه؟ سر کاکایم است. بچه کاکایت است. خب دقیق. حالا میخوایم از هر دویتان که یک سوال بسیار مهم پرسان میکنم. که میخوایم از هر دویتان بشنوم که در برابر یک دیگیتان برما بگین. در یک جمله تعریف کو وسیمه شیراز. وسیم جان یک بچه خوب است. فقط همون قدر؟ یا الله ببینیم از خودت میشنویم وسیم. شیراز تعریف کن با استعداد با استعداد حالا در یک جمله یک مشکل یک تافیلا داشته براش نگفتی شاید هم میشه بگوی میشه هم نگوی اختیاری پرخور از نظر خودت این مشکل است تو رو خدا نگو پرخوریم و نخواد مشکل باشه شیراز چی میگی؟ من چیز گفتنی ندارم هیچ چیز گفتنی نداری؟ والا اینه بچه کاکا اینه بچه کاکا برحال وطندارا هر دوی شان وسیم و شیراز آماده میشن با بازی های برنامه امشب خواد دیدیم که برنده میشن یا هم خیر پس از وقفه معلوم خواهد شد وقفه گوتا زود برمیگردیم و ادامه برنامه امشب را فراموش نکنید خوش برگشتید وطندارا در ادامه برنامه امشب و بازی های جالب و ببینیم که وسیم همچنان با شیراز بچه کاکاش دو بچه کاکا چی خواهد کردن معلوم خواهد شد تا چند لحظه دیگه بهتر و بیشتر حالا بازی اول ما بازی به کلام است وسیم خودت میای یا شیراز میای اینجا بازی اجرا میکنی شیراز اجرا میکنه و من خودت حدس میزنی از حرکاتش که چه حرکت اجرا میکنه و شیراز می یا نازم تصمیم گیری تان نتیجه نرس بیا خب یست شانوش چطور هستی شکر از دیم خوب هستی فقط به چشمایت بخونش. خوندیش حرکت هیچ حرکت جرا نکن. خوندیش آماده هستی 20 ثانیه میریم ده 20 ثانیه باید یادم بفهمه گپ چیست. آماده هستی؟ همکارا 20 ثانیه چی؟ آماده. 20 ثانیه شروع. بشک. کم بزنی بچه باشن کم بزنی دوستا. تشکر دیخان هستی یا نه؟ نه کدیم دو وقت سابقی حال نکدیم چندان بیل هم نزدی؟
نخن جیر ما خراب نشه. تو رو حالا بیل نباشه پیش چطوری جیر خراب نشه؟ ما پایم نلگه از خاطر تو بیگه برو؟ یک نفر گفته بود که من در یک خیز یک گز خیز میزنم. کدام تا از دوشی گرفته گفته بیا بیادر. دا گز دا میدان. بزن یک گز خیز. حالا خدا تا اومدی من یک لغت بزنم اینجا در زمین پای میخواد را. دیوستی من از خاطر پای گفتم پای ما گوار نشه. دیگه گپ دیگه طرف بر ادامه میتی یا میای بچی کاکا؟ نه ادامه میتی اعتماد به نفس؟ به خدا؟ سعی کدی چی؟ خواندی شعانه؟ یک بار دیگه میخوانی؟ بس خواندم مجدی آماده هستی؟ بله. همکارا 20 ثانیه آماده و بسم الله دو امتیاز برنده میسازدان چی میکنه؟ بکالا پف کردن؟ من میخواستم با صحبت خود گمراه و سازی میگردم مگم پیدا کرد پف کردن رو پخانه در پف کردن که قویست خودت با چی کاکایید؟ نه از خمالو میشم هستم در پف کردن قویست یا در پف کردن پخانه؟ در پف کردن پخانه خب بگو در پف کردن پخانه من گفتم در پف کردن پخانه بانه من کجا پخانه رو نام بردم گفتم در پف کردن کی قویست؟ مطلب من پف کردن پخانه بودی خب چرا نمیگید پف کردن پخانه اینخ گیرت کردم منتظر هستی برنده برنده کارت سفید شدن به هر حال ببینیم که ای با دی کی خویس قبل از اینکه حرکتش رو کنی دی کار کی خویس دی کلی کی خویس هم کارا 20 ثانیه آماده امتیاز افتخاری است بسم الله ببینید چی میکنید 20 ثانیه شروع شد چرا هم بگویم چی میکنم؟ پف کردن شم؟ به شک راست تا بگو برد نقل خو نرسید نه شش نفر گفت شم یکی ای رفیق ما شم گفت یکی اوجه کدام تای دیگه شم گفت یکی هم فکر میکنم ایجه نه ایجه نگفت کسی شم نه بیا برنده شده دوباره اول شنف هم بار سیم شد پامید بازی چطوری کدی؟ نه گفتم میست که شم پف میکنم مبارک باشه بچه کرد سوید برنده شدین حالا رسیدیم به کورت آبی کورت آبی باید یک نفرتون گوشی در گوشتون باره کدام تان میخواین گوشی در گوشتون باره ما گوشی رو میمانو واسیم جان میگی بیایم بخیر بسم الله گوشی در گوشت میمانی مطمئن هستی؟ بله تلفظ هر کلمات را خوب میتوانه واسیم؟ انشالله مطمئن هستی؟ بله بسم الله گوشه را خوب سپوت کنیم که نشنوی گپ چیز هیچ نفهمی خواه سعی کن اینمی لحظه پرز میکنی نمیشنوه میشنوی؟ یالخ میشنوه باور کن دلش بود بگوی نمیشنوه الان پخش نشده در او هیدفون یا گوشی که نشنوه خب به هر حال تا چند لحظه دیگه کار میشه که نشنوه حالا دیگه آیستا آیستا نمیشنوه مثلا شب چی خوردی؟ شب چی خوردی او برادر؟ دیدی نمیشنوه شیراز شب چی خوردی؟ بگو نمیگه نمیفهم اصلا که گپ چی است خب خب ببینیم که حالا چی خواد شد اولین کلمه نستعلیق اینه دیگه پیدا کردنش کمی سخت است. آماده استی؟ همکار رو 30 ثانیه آماده نستعلیق پرسان میگه. یک نوع خط است نستعلیق. آماده استی؟ بله. 30 ثانیه شروع. بسم الله. نستعلیق. 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 به دست اشاره نکن. نستعلیق. نستعلیق. والا نزدیکش کرد. نستعلیق. 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 نستعلیق 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 نستعلی نستعلیق تعلیق نستعلیق نستعلیق ق ق نستعلیق 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 برادر بیخی برادر ما دیگه طرف رفت خب اینا که نفهمید حالا ببینیم که بعدیش چطور میتونه پیدا کرده واضح 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 راست میگه واضح واضح بگو نوشیدن بسم الله همکار سی ثانیه شروع نوشیدن بسم الله نوشیدن دوست تا پیش نکو اشاره نکن نوشیدن
نوشیدن. بیا واقعا این دیگه اینو باید بفهم. پرتوس. صحیح شد؟ همکارو 30 ثانیه شروع. یک امتیاز بعد دیگه. پرتوس. 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 مگه هم خیلی خوب پیش رفتی شیراز. ها؟ خیلی خوب پیش رفتی. امی پرتوس زود فهمیدی. خانه از لهجهش فهمیدم. از لهجهش فهمیدی؟ اما تو نکرد پرتوس. از چی فهمیدی؟ از لهجه چیش فهمیدی؟ یعنی در خود کواس کردم فهمیدم. نستلیق چی چیزایی گفتی مگم یک کمکی. نستلیق گفتی، نستلیر گفتی، نستلیق گفتی. نستلیق. نستلیق. یک نو خط نیست؟ یک نو خط نیست؟ خط نستلیق. رفتی رفتی چی چیزایی که نگفتی او برادر. به هر حال برنده نشدین با کارت طلایی تو هنوز؟ برنده کارت آبی شده. لحظه که گفتم برنده نشدین با کارت مشکوک شد که کارت آبی رخ ما برنده شدیم. مبارکتون باشه بچه. خب رسیدین با کارت طلایی. حالا خود دیدیم که برنده میشین یا هم خیر؟ معلوم میشه تا چند لحظه دیگه. اما فعلا خوب است که بفهمیم آیا بازی کارت طلایی را اجرا میکنین یا هم خیر؟ شما برنده کارت سفید آبی شدین که مسیر شما را مشخص ساخته رسیدن به کارت طلایی مهمی است. مشوره کنین. مزایا و مفاد هم داره، ضرر هم داره. تیر میشه مزش. مگذره. مگذرین؟ مطمئن هستین؟ بله. بازی رو توقف میتین؟ بله. هر دو کارت بر مبتین. بیخی مطمئن هستین که توقف میتین؟ حالا بچه ها، با توقف دادن اگر شما پیش میرفتین، جایزه کارت طلایی رو بدست میوردین، خیلی خوب بود. اگر برنده نمیشدین در کارت طلایی، جایزه کارت سفید میگرفتین. ای که همین لحظه بازی را متوقف ساختین، جایزه کارت آبی را فقط برست میارین. بسم الله. این هم از کارت سفید که در جای خودش میره. کارت آبی خوب شورش بتیم. بسم الله. بسم الله. خودت میگیری یا بچه کاکایت اختیار درست نیست. والا وسیم بسیار بر خطاست. برو هر چی میبینی بی بی. بیا بخیر. جایزه کارت آبی. خواه. خانتان به همدیگه چقدر فاصله داره؟ زیاد. 3 کیلومتر. بیا به دردتان میخوره. اگر به شما نخورد به یک دوستتان دادم میخوره. جایزتان از موی خوشکن. خوب است. سشوار هم برش میگن، موی خوشکن هم برش میگن. یگان تا بخوری گفتم استفادهش میکنه. این کار بچه های مجرد است که قسم استفادهش میکنن. به هر حال مبارکتان باشه بچه ها. موی خوشکن. تشکر از حضورتان. تشکر شیراز جان. زنده باشید. بخیر باشید. تشکر وسیم جان. سپاس از دعوتتان. بخیر باشین. تشکر از شما دوستا که اینجا تشریف آوردین، شما وطن‌دارا که بیننده برنامه امشب بودین و هستید. ممنون تک تک تان. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند یک تا بی همتا می‌سپاریم. وقت بخیر و خدا به همراهتان.